اینکه همسایه دیوار به دیوارمون بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدر جهان باشه و جاده های کشورمون از بد روزگار بهترین مسیر ترانزیتی این مواد به اروپا به شمار بیاد، در کنار داشتن انبوه جمعیت جوان، اعتیاد رو به تهدیدی جدی برای کشور ما تبدیل کرده و از اونجایی که مواد مخدر یکی از 4 صنعت پولساز دنیاست، نمیشه امیدوار بود که به این زودی ها جاده های کشور از شر این تجارت پرسود خلاص بشه. 3800 شهید، 120,000 جانباز و صرف بیش از 30,000 میلیارد تومان برای محافظت از مرزهای شرقی فقط بخشی از هزینه های این تجارت شوم برای کشور ماست. به این موارد مرگ سالانه 3,000 ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر رو هم اضافه کن. تازه این همه ماجرا نیست و بسیاری از ناهنجاری ها ریشه در اعتیاد داره. بیایید ببینیم این مواد که هر روز در جاده های ما به سمت غرب جابجا میشن دقیقاً چی هستن که چنین آسیب هایی رو به دنبال دارن. توی نگاه کلی مواد مخدر به 4 گروه تقسیم میشه: مواد توان‌افزا مثل آمفتامین و کوکائین، مواد سستیزا مثل تریاک و مشتقات اون مثل هروئین، مورفین و متادون، خواب‌آورها و آرامش بخش‌ها که امروز به دلیل استرس و فشارهای روحی مقادیر زیادی از اون در دنیا به مصرف میرسه، و مواد توهمزا مثل حشیش و LSD. آمارها نشون میده که میزان شیوع مصرف این مواد در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور معادل 2.65% و به طور تقریبی 1,325,000 معتاد در کشور وجود داره. البته وزارت بهداشت این رقم رو 2,200,000 نفر برآورد کرده. بر اساس پژوهش‌ها 90% معتادین مرد هستند، 52.7% شاغل و 47.3% بیکار، 63% متأهل، 32% مجرد و 5% متارکه کرده، 64% زیر دیپلم، 15% کاردانی و 21% تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند. در مورد اعتیاد به مواد مخدر همواره یک سوال مهم وجود داره: اینکه چرا بعضی از افراد معتاد میشن و برخی افراد دیگه با وجود اینکه ممکنه در معرض اون هم قرار گرفته باشن به اون آلوده نمیشن. اولین عاملی که در این رابطه مطرح میشه ویژگی های فردی و ابعاد شخصیتی خود افراده: گذشته، مشکلات جسمی، روانی و رفتاری، ترس و استراب، ضعف اراده، تنهایی و افسردگی، کنجکاوی و کسب تجربه، لذتگرایی و باورهای نادرست در مورد اثرات مثبت مواد مخدر همگی در این دسته قرار می‌گیرند. دلیل دیگه روی آوردن افراد به اعتیاد رو میشه در روابط فرد با گروه‌های اجتماعی کوچیک مثل خانواده، مدرسه و همسالان جستجو کرد. عوامل زمینه‌ساز اعتیاد در سطح جامعه هم میتونه وجود داشته باشه. مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله شکاف طبقاتی، نابرابری و احساس محرومیت، ضعف همبستگی اجتماعی و بحران هویت از این موارد هستند. دلیل روی آوردن افراد به اعتیاد هر چی که باشه، مهمترین قربانیان اعتیاد بعد از خود معتادان خانواده اونها هستند. انزوای اجتماعی، طلاق، خشونت، بزهکاری، بیکاری، افزایش بیماری‌های جسمی و روانی، فقر، کاهش کنترل و نظارت اجتماعی در خانواده و تضعیف ارزش‌های دینی و اخلاقی همگی آسیب‌هایی که یک خانواده رو درگیر می‌کنه. اما اگه فرد مبتلا به اعتیاد در خانواده یک زن باشه، موضوع اعتیاد ابعاد و تبعات بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در یک دهه اخیر در ایران گرایش زنان به مواد مخدر 4 برابر شده. بر اساس برخی پژوهش‌ها، مکان‌های زنانه‌ای مثل آرایشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز تفریحی مهمترین محل‌های تبلیغ و توزیع مواد هستند و مواردی مانند تناسب اندام، درمان چاقی یا لاغری، دستیابی به پوستی شاداب و افزایش انرژی به عنوان اثرات مثبت مواد مخدر تبلیغ میشه. بر اساس یه مطالعه در تهران، انگیزه 47.8% زنان از اعتیاد لاغری بوده.
ممکنه بگید یه معتاد زن چه فرقی با یه معتاد مرد داره و در هر دو حالت یه معضل ناگوار اجتماعی رخ داده. بله، در اینکه هر دو مورد یه رویداد ناگوار اجتماعی قطعاً تردیدی وجود نداره، ولی تفاوت به نقش و جایگاه خاص تربیتی زنان مربوط میشه. اعتیاد یه مادر بستر مناسبی برای بزهکاری فرزندان و فروپاشیدن خانواده است. آمارا نشون میده در هر 8 ساعت یک نفر بر اثر استفاده از مواد مخدر در ایران جان خودش رو از دست میده، که بعد از تصادفات راهنمایی و رانندگی بیشترین آمار مرگ و میر رو دارست. در پایان شاید لازم باشه این نکته رو هم بشنوید که علت 16.5% تلفات جاده‌ای هم مشخص شد. بله، درست حدس زدید. اعتیاد.